سقط خبرم. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق. نماینده ایران در سازمان ملل گفته کشورش حق پاسخ نظامی را برای خود محفوظ می‌دارد. نگرانی از افزایش تهدیدها در خاورمیانه به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی. ناتو برنامه‌های آموزش نظامیش را در عراق معلق کرد. وزیر خارجه قطر در تهران محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بر حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها در منطقه تأکید کرد. ظریف گفت کشورش به دنبال تنش نیست. و سقوط کم سابقه بورس تهران به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی. شورای عالی بورس جلسه فوق‌العاده برگزار کرد. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در عراق تشییع جنازه قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در جریان است. این مراسم از کاظمین در شمال بغداد شروع شد و قرار است در کربلا و نجف ادامه پیدا کند. فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با معاون گروه هشت شبی دیروز در حمله آمریکا در بغداد کشته شد. دونالد ترامپ گفته این اقدام برای جلوگیری از جنگ بوده، نه شروع جنگ. با این حال مقام‌های ایران وعده پاسخی سخت دادند. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل گفته تهران حق واکنش نظامی به این اقدام آمریکا رو برای خودش محفوظ میدونه. باران عباسی گزارش میده. بغداد یک روز بعد از مرگ قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در حمله آمریکا. کاروان اجساد کشته شدگان در راه حرم امام کاظم، امام هفتم شیعیان، برای تشییع. فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران به همراه معاون گروه هشت شبی و هشت نفر دیگر در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفتند. بین عزاداران شخصیت‌های سیاسی و مذهبی عراقی از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر. بغداد که از متحدان آمریکاست این حمله را نقض تمامیت ارضی خوانده. قرار است مجلس عراق فردا برای بررسی این حمله جلسه اضطراری تشکیل دهد. در کشوری بحران زده که مدت‌ها صحنه درگیری بین ایران و آمریکا بوده، حمله دیروز نگرانی از درگیر شدن هرچه بیشتر عراق در این دشمنی را بیشتر کرده. به نظر می رسد همین نگرانی هاست که وزیر خارجه قطر را امروز به تهران برده برای دیدار با محمد جواد ظریف. ایران گفته هر زمان و هر جایی که بخواهد انتقام مرگ سلیمانی را خواهد گرفت. در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت. دیروز مقام های ایرانی از رهبر تا رئیس جمهوری به دیدن خانواده فرمانده پیشین سپاه قدس رفتند. اینجا سخن از پاسخی قاطع است، شاید اقدامی نظامی. اقدامی که به گفته حسن روحانی نه امروز بلکه در طول سالهای آینده رو خواهد داد. واشنگتن اما از حالا دست به کار شده. 3000 نیروی جدید آمریکایی راهی خاورمیانه شدند. به شهروندان آمریکایی هم توصیه شده فوراً عراق را ترک کنند. با این حال کاخ سفید میگوید هدف از کشتن سلیمانی جلوگیری از درگیری نظامی بوده. دونالد ترامپ سلیمانی را تروریست شماره یک جهان خوانده و گفته او زودتر از اینها باید کشته میشد. سلیمانی قصد داشت به زودی حمله های علیه دیپلمات ها و نیروهای نظامی آمریکایی انجام دهد. ما در حین عمل او را گرفتیم و به زندگیش پایان دادیم. این اقدام ما برای جلوگیری از جنگ بود، نه شروع آن. ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم، اما تجاوزهای رژیم ایران در منطقه از جمله استفاده از نیروهای نیابتی برای بی‌ثبات کردن کشورهای همسایه‌اش باید فوراً متوقف شود. دست به کار شتاب زده و عجولانه این سخنان اما به نظر نمی‌رسد ایران را از انتقام جویی منصرف کند، انتقامی که احتمالاً متحدان واشنگتن از جمله اسرائیل را هم هدف بگیرد. احتمال اینکه اسرائیل از سوریه اطلاعات پرواز ایشون رو گرفته باشه و با آمریکایی‌ها داده باشه زیاده، بنابراین توطئه آمریکای اسرائیلیه. اسرائیل فکر نکنه که خودشو
پنهان کرده انگشت ملت ایران به سمت اسرائیل نخواهد رفت. پاسخ ایران هرچه باشد، تلاش حکومت در سه روز آینده نمایش تصویری مقدس از قاسم سلیمانی است. جسد او قرار است فردا به ایران بیاید و بعد از تشییع در مشهد و تهران سه‌شنبه در کرمان دفن شود. مراسمی گسترده برای پایان مهمترین چهره نظامی ایران، کسی که هوادارانش می‌پرستیدند و مخالفانش قاتل عزیزانشان می‌دانستند. میراثی از 21 سال نظامیگری که حکومت ایران امیدوار است با مرگ او به فراموشی سپرده نشود. باران عباسی، بی بی سی. نفیسه کوهنورد همکارم اینجا در استودیو با من هست. نفیسه، عملا امروز که خب این مراسم تشییع برگزار میشه و تمام میشه، از فردا گروه‌های سیاسی دوباره در عراق برمیگردن به سر کار، چه پیشبینی میکنی از آنچه که فردا قرار هست در پارلمان عراق اتفاق بیفته؟ جلسه جالبه که مجید قرار بود امروز انجام بشه، ولی به خاطر همین تشییع جنازه گذاشتن برای فردا و انتظار میره که گروه‌های نزدیک به مقتدی صدر روحانی شیعه که الان در تهران و عکساش منتشر شده که در منزل قاسم سلیمانیه، و همچنین گروه‌های نزدیک به ایران، ائتلاف بنا که بیشترشون گروه‌های نزدیک به ایران در اون هستن و مشخصا هشت شعبی، رأی مثبت بدن به اخراج نیروهای آمریکایی و فرصت بدن. این چیزیه که پیش بینی میشه، مگر اینکه رایزنی‌های پشت پرده جلوی این رو بگیره. بارها خواستن این اقدام رو بکنن، اما عادل عبدالمهدی و برهم صالح رئیس جمهوری عراق پا پیش گذاشتن و تونستن که جلوی این رو بگیرن. اما الان میبینیم که سخنگوی عادل عبدالمهدی هم اعلام کرده که فعالیت‌های آمریکا و نیروهای آمریکایی رو در عراق محدود خواهیم کرد. همین الان هم نیروهای آمریکایی و ائتلاف و ناتو عملیاتشون علیه داعش رو متوقف کردن و همچنین فعلا گفتن که آموزش نیروهای عراقی از طرف این گروه ها رو هم متوقف میکنیم تا ببینیم وضعیت چی میشه. پیش از این اتفاق هم عملا عراق در وضعیت بی ثباتی به لحاظ سیاسی بود به خاطر اون اعتراض هایی که شکل گرفته بود. آینده اون اعتراض ها رو حالا چطور میشه پیش بینی کرد؟ یکی از انتقادهایی که الان میشه از طرف گروه هایی که در این اعتراض ها نقش داشتن، در سامان دادن این اعتراض ها نقش داشتن، این بود که تمام زحمت هایی که دو ماه این گروه ها میکشیدن داره به هدر میره، به خاطر اینکه خب بخش بزرگی از این گروه ها در مقابل حالا نفوذ خارجی در میدان ها بودن، دو ماه دارن تلاش میکنن که حالا حرف خودشونو به کرسی بشونن. اما این اتفاقی که افتاد نگاه ها رو جلب مسئله دیگه کرده، نگرانی از اینکه عراق تبدیل به میدان جنگ بشه، و همچنین همین الان تصاویری از میدان تحریر میاد بیرون که نشون میده شعارهای ضد آمریکایی میدن بر بالای اون ساختمان معروف به ترکی که بیشتر تظاهرکننده ها در اونجا حضور داشتن، الان شعارهای ضد نفوذ آمریکا هم دیده میشه. و خیلی ها میگن که اگر واقعا قرار بود این انقلاب عراق به یک جایی برسه، الان دیگه اون از بین رفت. و در نجف و کربلا هم که گروه هایی تظاهرات میکردن علیه ایران، الان میگن که خب همین گروه های طرفدار ایران هستن که این تشییع جنازه رو میکنن و خونی هم ریخته شده. برای اینکه از نگاه بخشی از تظاهرکننده ها هم این بود که هیچ کشور دیگه ای رو نمیخوان در عراق دخالت بکنه، ولی اینکه آمریکا میاد در بغداد این عملیاتو بدون اطلاع مقامات عراقی انجام میده، خب به نوعی ضربه به استقلال از چشم گروهی از تظاهرکننده ها هم هست و معتقدن که پایان عملا تظاهراته. ممنونم ازت نفیسه گونهوت، همکارم اینجا در استودیو. ما مهرنوش پورزیایی همکارمون در آمریکا گفتگویی داشته با مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. خانم اورتاگوس حاضر به توضیح درباره محتوای پیام کاخ سفید نشد که از طریق سوئیس دیروز به دولت ایران فرستاده شده، اما درباره تماس‌های وزیر خارجه آمریکا با کشورهای دیگه اینچنین توضیح داد. I wouldn't characterize it that way. I would say that the secretary has had a number of court. چیزی که میتونم بگم اینه که وزیر خارجه آمریکا در 24 ساعت گذشته گفتگوهای زیادی با رهبرای کشورهای خارجی داشته تا اونها رو از تصمیمی که رئیس جمهوری ترامپ گرفته مطلع کنیم.
این گفتگوها تنها از سوی وزیر خارجه نبوده. هم رئیس جمهوری و هم خیلی از مقام‌های ارشد دیگه وزارت خارجه که تو حوزه خاورمیانه فعالیت می‌کنند، مثل برایان هوک و جیم جفری و همینطور دیوید شنکر، با کشورهای مختلف در تماس بودند. چقدر از این گفتگوها پیش از حمله به کاروان قاسم سلیمانی صورت گرفت؟ به نظرم مشخص کردن این موضوع کمی سخته، چون ما با دوستان و متحدانمون به طور مرتب تماس داریم. این موضوع به حلقه بسیار بسیار کوچیکی محدود بود. اگر رئیس جمهوری بخواد، خودش هر کدوم از این جزئیات رو که صلاح بدونه روشن خواهد کرد. آمریکا برای اینکه از امنیت متحدانش در قبال تبعات چنین حمله مطمئن بشه، پیشاپیش چه کار کرده؟ سوال اینجاست که متحدان آمریکا در منطقه چقدر برای این حمله آمادگی داشتن؟ متاسفانه همه متحدان و دوستای ما در منطقه باید مدام در وضعیت آماده باش باشند. متحدان آمریکا در منطقه بیش از 40 ساله که با اون روبرو هستند. بنابراین ما در وضعیت هوشیاری و آمادگی هستیم، به ویژه به دلیل افزایش تنش‌ها در چند هفته و ماه گذشته، و این مسئله واقعیت دنیایی که ما در دوران زندگی قاسم سلیمانی در اون زندگی می‌کردیم. یکی از مقام‌های عالی رتبه سازمان ملل درباره قانونی بودن این حمله ابراز نگرانی کرده و اون رو نقض قوانین بین‌المللی خونده. شما به این انتقاد چه پاسخ میدید؟ ما از قانونی بودن تصمیممون کاملا مطمئنیم، از این تصمیم دفاع میکنیم. وزیر خارجه آمریکا امروز گفت جهان و منطقه بعد از قاسم سلیمانی امن‌تر خواهد بود. همزمان وزارت خارجه آمریکا از تمام شهروندانش در عراق خواسته هر چه زودتر این کشور رو ترک کنند و همزمان 3000 نیروی نظامی تازه آمریکایی دارن راهی منطقه میشن. این تناقض رو چطور توضیح میدید؟ همونطور که وزیر خارجه چند بار امروز گفت، ما در هفته گذشته هدف حمله قرار گرفتیم و با تهدید حملات بیشتری روبرو بودیم. و وقتی شما این دوتا رو کنار هم بگذارید، میبینید که رئیس جمهوری آمریکا باید بر اساس دفاع از خود و بازدارندگی تصمیمی میگرفت. او تصمیم به از میان برداشتن قاسم سلیمانی گرفت تا جون آمریکایی ها رو نجات بده. فکر میکنید از میان برداشتن قاسم سلیمانی تهدید آنی رو که آقای پومپئو ازش حرف میزد از میان برده؟ قطعا این اقدام رو برای این انجام دادیم، چون به این نتیجه رسیدیم که مخاطرات زنده موندن اون بیشتر از مخاطرات از میان برداشتنشه. بهمن کرباسی همکارم از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، صحبت‌های زیادی میشد در مورد که این تصمیم در نهایت در چه شرایطی گرفته شده، با توجه به این که بیش از 24 ساعت گذشته از این اتفاق، چه جزئیات بیشتری راجع به چگونگی گرفتن این تصمیم میشنویم؟ رسانه های آمریکا کما بیش پازل وقایعی که منجر شده به تصمیمی که آقای ترامپ گرفت و کامل کردن، از جمله روزنامه واشنگتن پست و همچنین نشریه پولیتیکو، و نوشتن که آقای ترامپ یکی از عواملی که باعث شده تصمیم به این حمله بگیره این بوده است که نگران بوده در مورد ضعیف دیده شدنش، به خصوص بعد از اینکه مشاورانش میگن که دفعه قبل وقتی پهپاد آمریکایی ساقط شد ما پاسخ ندادیم. خود اون از اینکه رسانه‌ها در اون زمان، رسانه‌های خود آمریکا در اون زمان در مورد این تصمیم او که حمله نکنه جوری گزارش تهیه کردن که او رو ضعیف نشون داده بودن، هم ناراحت بوده. همچنین در مورد اینکه اونچه که در بنغازی اتفاق افتاد در لیبی در دوران آقای اوباما، بسیاری از او در از اون ماجرا در زمان آقای اوباما استفاده کردن که به خانم کلینتون که وزیر خارجه بود و به رئیس جمهور از جمله خود آقای ترامپ حمله کنن که شما پاسخ به جا ندادید، و در نتیجه نگران بوده که اون داستان در مورد خودش تکرار بشه وقتی که سفارت آمریکا در عراق تخریب میشه در حمله‌ای که در تظاهرات و تخریبی که رخ داد از سوی گروه‌های شیعه حامی ایران و متحد ایران. در نتیجه همه اینها کنار هم قرار گرفته برای اینکه در نهایت این حمله رو، این دستور صادر بکنه. به علاوه این بحثی که آقای پومپئو کرده و آقای ترامپ هم ازش شنیدیم دیشب که گویی
اطلاعات موثقی وجود داشته که آقای سلیمانی قصد داشته حتما یک حمله قریب الوقوع رو سازماندهی بکنه. این رو هم این رسانه ها بر اساس اطلاعات دیگری که به دست آوردن از منابع امنیتی زیر سوال بردن. حتی خود وزارت دفاع هم حرف از پیشگیری در مورد حملات آینده کرده بوده، ولی کمتر در مورد این حرف زده که اطلاعاتی وجود داشته که بلافاصله یک حمله مشخصی رو آقای سلیمانی قصد داشته انجام بده. بقیه کارشناسان اطلاعاتی مثلا به روزنامه واشنگتن پست گفتن که حتی اگر چنین بود آقای سلیمانی اجرا نمی‌کرد این عملیات رو، دستورش رو میداده، در اینکه کشتن او تفاوتی ایجاد نمی‌کنه و نمی‌تونسته بکنه در یک حمله قریب الوقوع. ولی از همه مهم‌تر اینه که شک و تردید جدی حالا وجود داره که اساساً چنین حمله قریب الوقوع واقعا در دست تهیه بوده یا نه. ممنونم ازت بهمن کلاسی، همکارم از نیویورک با ما. اما همزمان اگه صفحات اجتماعی رو دنبال کرده باشید حتما دیدید که به لحاظ واکنش ها به در واقع کشته شدن قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش های متفاوتی رو برانگیخته. در این مورد میخوایم صحبت بکنیم با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس از همین شهر با ما. آقای پیوندی، همونطور که گفتم واکنش ها خیلی متفاوت بوده، برخی ابراز خوشحالی هم حتی کردن. در حالت عادی در یک کشوری اگر چنین اتفاقی بیفته، مثلا یک جنرال یا در واقع عضوی از ارتش یا سپاه حالا کشته بشه، چه انتظاری میشه داشت؟ آیا اون اتفاقی که در شبکه‌های اجتماعی در ایران داره میفته چقدر شبیه اون چیزی است که در کشورهای دیگه ممکن بود اتفاق بیفته؟ من فکر می‌کنم در واقع اگر از دیروز واکنش‌هایی که در فضای مجازی در رسانه‌های اجتماعی در ایران در پیرامون این حادثه رو دنبال بکنیم، می‌تونیم در واقع بگیم که این واکنش‌ها آینه تمام نمای جامعه امروز ایرانه. یعنی جامعه چند پاره شده، جامعه بدون دیالوگ که بین حکومت و اون گروهی که به حکومت نزدیکن و بخش دیگری از افکار عمومی در واقع هیچ نوع رابطه‌ای وجود نداره و یک نوع بیگانگی وجود داره، به طوری که اینا از یک حادثه دو برداشت کاملا متفاوت میکنن. و اگر ما یک در واقع مقایسه بکنیم با حوادث دو سه ماه گذشته و اعتراضاتی که در ایران بود که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان شد، مقایسه بکنیم می‌بینیم اونجا هم این دوگانگی وجود داشت. یعنی اونجا هم ما با یک گروه‌هایی که عزادار بودن، عصبانی بودن، خشمگین بودن و گروه‌های دیگه‌ای که در واقع هیچ در واقع نزدیکی به کسانی که آسیب دیده بودن در این حوادث نداشتن. این متأسفانه وضعیت روحی جامعه امروز ایران، جامعه بدون دیالوگ، جامعه‌ای که درش بین حکومت و طرفدارانش و بخش از دیگر جامعه هیچ نوع رابطه، دیالوگ و نزدیکی وجود نداره. ما از اون انسجام ملی که در بعضی از کشورهای دیگه، در خیلی از کشورها وجود داره، در ایران متاسفانه نمیتونیم صحبت کنیم. شما صحبت از یک دوگانگی کردید، آیا میشه کم و بیش گفت که این دوگانگی رو حاکمیت هم خودش بهش دامن میزنه؟ حتما. من فکر می‌کنم که در واقع اصلی ترین عامل این دوگانگی در حقیقت حاکمیت هست و هم در رفتارهاش، هم در نوع برخوردش با جامعه، فضایی که برای در واقع حضور افکار عمومی باز می‌کنه، همه اینها این دوگانگی رو در واقع دامن می‌زنن و میشه گفتش که مردمی که قدرتی جز ابراز عقیده در فضاهای مجازی ندارن و هیچ جایی در جامعه براشون وجود نداره، در عمل در حقیقت یه نوع استقلال نسبت به حاکمیت دارن و این دوگانگی در حقیقت به افکار عمومی ایران تا حدودی تحمیل شده متاسفانه. ممنونم از وقتتون آقای پیوندی. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس. وزیر خارجه قطر امروز در تهران با محمد جواد ظریف در وزارت خارجه دیدار کرد. آقای آل ثانی با آقای ظریف درباره کشته شدن قاسم سلیمانی صحبت کرده. قطر گفته مرگ قاسم سلیمانی تنش رو در منطقه بالا برده و گفته باید راه حل مسالمت‌آمیزی پیدا شود تا جلوی افزایش تنش رو بگیرد. وزیران خارجه قطر و ایران امروز دور دوم دیدارشان را پشت درهای بسته برگزار کردند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی و افزایش تنش‌ها، بریتانیا از شهروندانش خواسته از سفر به ایران و عراق پرهیز کند. دومینیک راب،
وزیر خارجه بریتانیا گفته با توجه به شرایط پرتنش در منطقه این درخواست را از شهروندان این کشور کرده. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده مردم این کشور در شرایط کنونی تنها می توانند به اقلیم کردستان عراق سفر کنند. شاخص بورس اوراق بهادار تهران امروز با سقوطی 15,000 واحدی حدود 4.5% از ارزش خودش را از دست داد. این اولین واکنش بازار بورس به خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق است. شورای عالی بورس صبح امروز یک نشست فوق‌العاده برگزار کرد. این شورا گفته در صورت لزوم صندوق تثبیت بازار از سرمایه‌گذاران حمایت خواهد کرد. دولت ایران این صندوق را برای کنترل نوسان‌های بازار در شرایط بحرانی ایجاد کرده. در همین زمینه پیشتر از احمد علوی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد پرسیدیم. خب باید تاکید کرد که غیر قابل پیش بینی نبود. در چارچوب تجربه تاریخی و بین المللی که ما داریم میدونیم که هر حادثه ای که حالا اهم از کوچک یا بزرگ سیاسی یا امنیتی باعث میشه که اگر باعث بشه که نگرانی ها و امنیت کاهش پیدا بکنه و نگرانی ها افزایش پیدا بکنه، طبیعی است که سرمایه گذاران ترجیح میدن که پولشون رو از بازار بورس خارج کنن و منتقل کنن در به بازارهایی که احساس امنیت و سوداوری بیشتری میکنن. در مورد این نکته سقوط بازار بورس تهران در این حد و حدود جای شگفتی نیست، چه نه به دلیل اینکه فرضاً این فرد یا اون فرد کشته شده، بلکه به این دلیل که بازار این حوادث رو به عنوان نشانه‌های افزایش عدم اطمینان تلقی می‌کنه. خب واکنش نشون میده، ابتداً یک واکنش نسبت به اطلاعاتی که منتشر میشه، سپس واکنش روانی و بعد اگر مقاومتی از اون متغیرهایی که بنیادی تلقی میشه، مثل عرضه، تقاضا، میزان فرزند سوداوری شرکت ها یا عواملی از این دست، اگر با مقاومت روبرو نشه، خب طبیعی است که شاخص کل سهام کاهش پیدا میکنه. منتها اگر این تنش ها پایدار باشه این همینجور ادامه میده. در صورتی که این تنش ها پایدار نباشه اون شاخص کل سهام برمیگرده به اون فرایند پیشین خودش و اون عوامل بنیادی هستند که سررشته تحولات بازار سهام رو به دست میگیرن و اون رو تعیین میکنن. احمد علوی بود، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی. ژنرال خلیفه حفتر، رهبر نظامی دولت خودخوانده در بنغازی، به ترکیه هشدار داده که اعزام نیروی نظامی به لیبی باعث نابودی ارتش ترکیه خواهد شد. آقای حفتر گفته اردوغان سلطان دیوانه است که به دنبال احیای سلطه تاریخی عثمانی ها بر لیبی است. لیبی به دو تکه غربی و شرقی تقسیم شده که دولت غربی اش را سازمان ملل به رسمیت شناخته، ولی تشکیلات ژنرال حفتر در شرق شورشی ارزیابی می شوند. با این حال کشورهایی مثل امارات و اردن از او حمایت می کنند. آقای اردوغان گفته به دعوت دولت ترابلس به لیبی نیرو می فرستد. محمد امینی و جزئیات بیشتر. خبرم واکنش صریح ژنرال خلیفه حفتر، رهبر بخش شورشی کشور جنگزده لیبی در شرق با مرکزیت بنغازی که حالا برای تصرف بخش‌های تحت کنترل حکومت به رسمیت شناخته شده لیبی در غرب با مرکزیت ترابلس خیز برداشته، ولی با چالشی تازه روبرو شده، چالش دخالت نظامی ترکیه در لیبی. ژنرال حفتر هشدار داده که جلوی حمله نظامی ترکیه خواهد ایستاد. دو روز پیش پارلمان ترکیه اعزام نیروی نظامی به لیبی را تصویب کرد. فالیوم نعلن المواجهه وقبول التحدي. ما امروز اعلام میکنیم که با چالش حمله به کشورمان برخورد میکنیم. ما در حال جهادیم. دشمن به ما اعلام جنگ داده. مردم مسلمان ترکیه که برادران ایمانی ما هستند باید علیه رهبر دیوانه قماربازشان قیام کنند و نگذارند ارتش ترکیه را به ویرانی بکشاند. ما از جهان عرب، رهبرانش و مردم عرب، پیر و جوان میخواهیم که جلوی این سلطان دیوانه ترک بایستند. دولت ترکیه توافقنامه هایی با دولت فااستراج، نخست وزیر دولت مستقر در ترابلس، امضا کرده که آشکارا در راستای منافع نفتی و مرزی ترکیه به نظر می رسند و صدای مخالف آمریکا، یونان و اتحادیه اروپا را هم درآوردند. این دومین حرکت نظامی بزرگ ترکیه در سطح منطقه‌ای و جهانی محسوب می شود. اولی در نزدیکی مرزهایش با سوریه و بر علیه کردها، و این یکی علیه یک عضو جهان عرب که اتفاقاً بخشی از امپراتوری عثمانی در گذشته بوده. محمد امینی، بی بی سی.
امدادگران در جنوب شرقی استرالیا در تلاشند آتش رو خاموش کنند که چندین روز هست که اونا درگیرش هستن، اما ممکن است شرایط امشب به بدترین وضع خودش برسه. مدیر مرکز آتش نشانی در نیو ساوث ویلز گفته نیروهایش را در بعضی از نقاط به علت شدید بودن آتش بیرون کشیده. نزدیک به 3000 آتش نشان در حال مهار آتش هستند. دمای هوا در غرب استرالیا و کامبرا پایتخت به بالاترین میزان خود رسیده. انتشار ویدئویی در صفحه توییتر عمران خان، نخست وزیر پاکستان، وزیر خارجه هند را واداشته تا او را به دروغگویی متهم کنه. در این ویدئو ظاهرا پلیس هند با مسلمانان با خشونت رفتار می‌کند، اما گفته می‌شود که این تصاویر به بنگلادش مرتبط بوده نه هند. پس از آنکه کاربران رسانه‌های اجتماعی این اشتباه را گوش زد کردند، این ویدئو از صفحه توییتر عمران خان حذف شد. پاکستان هنوز واکنشی نشان نداده. اولین برف سال جاری در کابل با استقبال زیاد مردم مواجه شده. دیروز برنامه نمایش ورزشی تابستان زمستانی اسنوبورد به همین مناسبت برگزار شد. روی نهروش همکار ما به دیدن این نمایش رفته و در گزارشش میگه که این برنامه رقابتی نبوده، اما ورزشکارا خودشون رو برای مسابقات بعدی آماده میکردن. سرود خوش آمدگویی به برف و آشنایی با ورزش اسنوبورد، رشته ورزشی که گام های اولش را در افغانستان برداشته. زمین بازی با لطف بارش برف به نزدیک شهر آمده. به خاطر برفباری اخیری که در کابل شده، ما اولین برنامه اسنوبوردینگ آغاز کردیم به خاطر تمرینات ورزشکارا، و برنامه همگانی است که میتونن از برنامه اسنوبورد امروزه تمام کسایی که در کوه قرق آمدن امروز از این برنامه لذت ببرن و با اسنوبورد آشنا شوند و از برنامه ما آگاه شوند. در بین از اینا اگر زیادتر کسایی که بیشتر مهارت اسنوبوردینگ انجام داده باشه، ما اینا را در تیم فدراسیون اسنوبوردینگ اینا را جذب میکنیم. چشم امید این جوانان به سرمایه گذاری روی این ورزش پر هیجان است. رشته ای که ناشناخته و نوپاست، اما علاقمندان پروپا قرصی پیدا کرده. میتونیم با اشتراک کردن در مسابقات ملی و بین المللی، مثلا تاریخ 8 فوریه جشنواره بامیان است، یک مسابقه اسنوبورد اسکی است، در اشتراک کنیم و مدال داخلی بیاریم. اما تو مسابقات خارجی مثلا بتانیم در کشورهای خارجی، پاکستان یا ایران. در سالهای اخیر رشته های ورزشی زمستانی توجه شمار زیادی را در افغانستان جلب کرده. تنها ورزشکاران نیستند که برف امروز پایشان را به اینجا کشانده. ده ها نفر از شهروندان که مثل ما ورزش اسنوبورد بلد نیستند، به تپه های دوروبر آمدند تا از روز برفی لذت ببرند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشیم.